روزانه 16 کیلو گوشت برشان میدی. میوزن اونو مرغ دزا دیگه دیگه ډاکټر صاحب دینم چه ده گیدړ مونږ ورته وای کنه سور لنده په پښتو کې ورته او گیدړ مم دادا ورتلای شي دن وو کلا کلا ز ورزم نو وسا منګه تاسې د قفس خواته ورزو ورته غا کوم چې راسي تاسې نزدینه تصویر واخلي
پرتن و چقدر روز چند دفعه با یا نان میتی؟ ای دیگر 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 وقت داره دیگر. چند کیلو گوشت برش میندازی؟ نیم سیر ازیش میشه، نیم سیر ازی سیر که یک و نیم سیر سه دانه پلنگ داری. یک و نیم سیر واس پالک مالک چیز خونه میخور؟ آخو غیر گوشت دیگر چیز نمیخور. نه یخری مخنی خونه میخور؟ نه نه یه خالص گوشت گاو. از اول وارد داد چه دیپکی دستی ولی دل چه دستی دیر خوانده درک خواند خو دیر شان را کی وانان دیر شای وانان دی گردش خوان کی خو داز ماری بیاش خوان را کی زمیان پخشی و دیر شخوان دیا کوی او دخ انگان هم پخشی دیر شخوان دیا کوی وانان دیر پخشی دی گردش خوان کی کنن ادویه کساته نل پاراتاس املاس پکاش ویسته ای کنن کتوق دیت مزایمت و کی مخاینی سی؟ نو مزایمت خوش کار ندهی چه توی که ورت کی ولی مخانه نیست وای که بدی خاطر چه دبای گیواشتی دادی دا پارا جور دی چه توی کراسی دمی لی دا پارا او پکش ویگر دیج خوان زنی واخی خدیر که تو چیشی دست دیر خوان در کتی وای چی ولاد داغ چی ماسر وای که خوان دیکاو دلتا خو باقی واحش خسته دا خودی تولو خلق دی ابوانانو دی پارا یا او دی منظری جای دا نو دلته د انسان ته بیا ډېر پکې برابرېږي ځکه چې قسم قسم حیوانات وویني د دغو حیواناتو په لیدلو سره د خدای پاک جهو ډېر غټ غټ قدرتونه سړي ته یادېږي او په دې باغ وحش کې خو چې ما ته ډېر خوند راکړی د هغه یو زمری ده او دا پلانګان او دغه شن خو ډېر ټول خوند کوي خو دا شن بیا پکې ډېر خاص دی کنه که اجازه درکړي درته وایي چې دغو کې یو څه واخله کنه تا دې تې ځان سره وې ساته او ساته چې وړي کومه وو مو خو چې له ځان سره نه وړو ځکه نه که اجازه درکړي وایي چې تحفه درکړي نو بیا به مول ځان سره یو مرغه وړو او مرغه مال چوز مرا یاد نگی جواب یاد داد شتور مرغ هغه به زم د سي درکم خطا سو گو چی شه ځان سره کو غواړ چی خو اول خو نه وړم په دې خاطر نه وړم چې خلک د میلې د پاره راځي ګوري ښه خبره ده چې خلک یې وګوري او د میلې د پاره راسي او بیا کیم رام کی زمره وړم زمره نه وړې هغه ډیر څه زمره ده تمام ورځ به ویده دا ولی او به دوه خو دې مشکل نه لري بار به عادت کو سید خیر سرور بلله کور دی ودان څه دند لري د دند دي څه موږ په لاله سي یو موږ دی مارشال فهم اوس خو مارشال فهم نه ده نو موږ غواړو چې دغه اکاډمۍ ته نوم دی بدرالدین حقانی اکاډمۍ نوم ور باندې کیږو په هغه دغه اکاډمۍ کې موږ خپل دند لرو رسمي دند لرو موږ ته په سلام او کامیاب لره کومندان سپتا څو خپل څو دند لري موږ خپل خو د جراشد صاحب ملګری یو د پرا ولایت څخه راغلی دلته د پنشیر د سې د هیله درلوده مثال د سې کوم وخت به فکر کاوه چې زه به راځم کابل ښار ته او باغ وښته بزم یا دا سې فکر خو ګر سره کې نه دی کړی چې زه موږ به هلته ځو بس دا د خدای تعالی نصرت دی چې موږ تر دغه ځایه پرې رارسېدلی یو مثلا مو کامیاب لره مننه ډیره زیاته کور مو ده تاسو له دا مولي سره دا پښتنه وکولای شئ تاسو دا خیال وسئ تاسو کابل ته راتلای شئ کنه سره راتلای نه دی کابل مینه دی لیدي باغ وښته مال چې زین کې دی راتلای چې حیوانات تاسو اوس دا خیری کې دا وویل چې تاسو دا
اویل سی کابل ته بمو ورسی ول تک بنا ورسی ول مو سره یواز د الله جل جهو نصرت قربان دي شپ دی باندې ټول ایمان لرو پدی باندې ټول اوس پوشي ویو امام مطلب دا و چې یعنی اوله زئی مکنه زئی چې غنی مشمانه غچنی اسمت ناراضم دی خو کله چې غی زړه می چوغړی زین ته میراش وایم ول راز باغ وشته چې کر لاټو کله چې زړه کې می وګرځي مال تاسو زړه کې ګرځیدې چې را بشي بیا هم راځي کنه اور ازو خود رازو بیا هم دل ترازو ول باز ملګری موږ استاغه تجاین لدل نه لوغه صرف تبات بن بیا دل ترازو بسلام خوشحالی را ول ټیکټ دی ور کړی کنه ټیکټ پیسې دی او ټیکټ مر کړی تر دانو خلکو اضافه پیسې عمر کی خیر سی مرلا سلامت ژوند دی وسورور. فعلا هم در باغ وش کابل هستیم و دکتر صاحب با ما هستن. میخوایم از اینا بپرسیم که در باغ وش کابل کدوم پرنده، چند پرنده، چند حیوان وجود دارد و چی تعدادی هستن و غذای از یا چی رقم میشه، کمی معلومات دربارش میگیریم بعد از باز میریم طرف باغ وش. استاد دکتر صاحب محترم اگه بگوین درباره این باغ وش با ما معلومات بدین. کابل جوبان شده تقریبا سل دوله حیوانات، مرغان، کبان او خزنده لري چې تعداد شپږ سو ته رسیږي. او د دوی خواړه هم سره توپیر لري. ځینې حیوانات او مرغان دي چې غوښه خوړونکي دي، ځینې حیوانات شخوان وهونکي دي، او ځینې هم هر څه خوړونکي دي لکه د انسان غوندې معده لري. د مرغانو خواړه هم سره توپیر لري. خبر داوي چې منګه تاسو لاړ شو آشپزخانه ته دغه خواړه او کوم هغه دانه باب نه چې موږ د مرغان لپاره خواړه جوړو دغه ترکاری او میوه هر څه به تاسو لی نږدې نه وګورئ. خب دوستای عزیز، طور که دکتر صاحب گفتن که بیش از 600 پرنده و حیوانات وجود داره در باغ وش کابل، میریم طرف آشپزخانهشون که چی رقم غذا به یا آماده میشن. باز با ما هم کار باشین. جوار، می، مختلف دا د هغه مرغان لپاره دي چې دوی یو سستر دي لکه شترمرغ، لکه دغه تاووس، فیلمرغ، زانه او دغه وچه میوه لکه نخود، لکه جنغوزی پاکستانی د بیزوګان لپاره هګۍ جوش کړي. همدارنګه د دوی کې بیا پودر د منرال، ویټامین ده همسه. او ځینو مرغان لپاره بیا مون هغه لرو وړه دانه ده چې دا لکه هغه د مرغانو بلاک چې تاسو ولیدل، توتیان، ادمچیری، قمري، پختکې چې ورته وایي، دا د هغه لپاره ده. د مرغانو لپاره موږ دغه دوه قسمه مواد د مختلفو موادو نه دلته بلانس کوو، جوړوو او د مرغانو لپاره یې توضیح کوو. همدارنګه دلته نور مواد هم سه کیدای شي چې تصویر واخلي. هغه خرما چې انساني خوراک ده دغه د ژوو لپاره توضیح کوو. هګۍ جوش کیږي. همدارنګه نور لکه خستی گلفته پر از دکتر سبی بخاطری دا ده مرغان لپاره ده، مرغان خوری. نو ده دی لپاره منگ ده غطول مکس کهو او ده مرغان لپاره توزی کهو وز با ده ترکاری و میوه اتاق تم لار شو اغازه با مو گرو. زی، جارست رو.
فعلا اومدیم د اتاقی که ترکاری و میوه گذاشته میشه، زردک هم است، سیب هم است، کیلا هم است، بادرنگ است و پالک هم است. امروی دکتر سبی یا با کدام حیوانات است؟ دا اصلا دی زردک و کرم بادرنگ دی اهوان لپاره غرسو لپاره دی او همدارنگ کیلا دی بیزوگان لپاره دی شادیان شادیان لپاره دا اغا بادرنگ دی چی من خپل د انساني خوراک ده، یعنی دا سینه ده چې مونږ یې ک چیرته حیوان ته توزیع کوو دا کم تفاوت لري د کیفیت د لاسه نه. خیر هغه سینه ده تاسو مثلا د مڼه وګورئ، هغه انساني خوراک ده، همچنان کیلی او دغه هغه زردکی دي چې په بازار او په دې ځایو کې ترې جوس جوړیږي، د جوس لپاره ورکول کیږي. نو هفته کې دوه دفعې مونږ لپاره مواد راځي، کپالک دي هفته کې دوه واره مونږ ته ترکاری او میوه راځي، مونږ خپل ماینه کو او په پوره ایمانداری سره دلته دو او په خپل وزن ماین وزن سره توزیع کوو. او دلته د کرم او کچالو هم کیدی کرم مونږ مخ لکه مخ کې چې ولې اهو غرسو ته توزیع کوو، او آلوګان چې دي دا د بیزوګان لپاره په دیګ کې اچول کیږي چې پوخ دیګ ده، او مونږ او تاسو وزو هغه د حیوانات قابلی هم ګورو چې سره رقم قابلی ورته مونږ پخو حیوانات ته قابلی. خوب دوستان عزیز، به خاطر حیوانات قابلی هم پخته میکنه، بریم که قابلی حیوانات ببینیم چی رقم است. خوب دوستان عزیز، طوری که معلوم میشه آشپزخانه است و یک دیگ سربسته هم است و میگن که قابلی به خاطر حیوانات است. دیگه دکتر سه میشه برده بارش بگوین؟ بله، این پیشتر هم که ما گفتیم دیگ پخته است، گوشت داره اینه، کچالو، همچنان زردک، کشمش، برنج، اینا برای حیوانات همه چیز خور است، مثل خرس و شادی. کار خرس و شادی چقدر جور است؟ قرآن قابلی، سیب، کل چیز زده رویست. بهترین گوشت است، اینا شما میتونین که از نزدیک در تصویر ببینیم، بهترین مواد غذایی داره، این دیگ پخته میشه و روزانه ساعت یک بجه برشان توزیع میشه. این کار همه روزه البته ما است. یک شوخی باشه دکتر سبا، کدام روز نمکش کم و زیاد چه باز میخورن یا نه؟ البته باید گفته شد که در دیگ نمک نمیندازیم. نمیندازیم؟ نه خیر، چون اونو حیوانات که در نمک ضرورت نداره، بر اونایی که نمک میخورن مثل غشگاو یا آهو بر اینا نمک سنگی میمونیم که بلیسه، هم بر عظمیت خوب است و هم بر اشتیاوی گپاش. والا نوشی جان شما. خب دوستا تشکر که با ما هستین و بریم طرف باغ وحش از دیگه گشته رویستیم. امید ایزیر میکنیم که برنامه ما خوشتان بیه و با ما در آخر برنامه همراه باشید. گفتم همونه که ما یک گپ از یادم نره، گوشت البته روزانه میایه، ما خود ما توزیع میکنیم، تا حال قراردادی گوشت ناورده، ولی همه روزه ما بهترین گوشت، گوشت رانه میگیریم. رانه؟ خدا کنه که تا وقتی که شما هستین قراردادی گوشت بیار، انشالله او رو به تصویر بشه. اگر در پنجره شیر نرفتیم، در پنجره از یا خود نمود تو خوب سهی آمدیم. دوستا در آخر از دکتر سه محترم تشکری میکنیم، واقعا زحمت کشیدن برای ما و همراه ما بودن تا آخر برنامه و کل حیوانات معرفی کردن. بسیار زیاد تشکر. و از امی دوستایی که میان کدوم پیامی اگر برشان داری؟ دیره منان قدرمن میوان سب خوشحالشم چی لنزدی نمی مولی دلی نو استاخ پروانه می تقیبه ولی ماشالله یا پیاوره جورنالیستی کورم وادان خدای او که چه دقا برنامه دلیدون که لپاره جالبه تمام شوی او یا خس سعر علمی ورته شوی
مننه کور مودان سلام سلام لیدونکو لپاره فقط یو پیام لرم هغه دا چې تاسو کله ژوبن ترازی لطفا حیوانات ته آزار و اذیت مکوي خواړه مور ته چوي بهترین خواړه لري بلانس غذا خوري دلته ډیر یو خټي موجود لري چې د دوی لپاره خدمت کوي او د دوی په چوپړ کې دي مننه ډاکټر سی بالا مباری الله لره سلامات خب دوستای عزیز گزارش امروز ویژه ما که از باغ وحش کابل بود برای شما تهیه کرده بودیم زحمت کشیدیم هم همکارای ما تشکر از بخشی سوی بزرگوار که همراه ما در بخش کامره همکاری کردن و تا گزارش بعدی شما همه شما را با خداوند یکتا میسپارم چیره چی هستی الله تعالی مو جواندی لره زنده باد افغانستان تل دیوی افغانستان الله پامان